دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و پس از جدا شدن صف مردم از اغتشاشگران خبرها از بازگشت آرامش و پایان آشوب در برخی نقاط کشور حکایت دارد. همزمان با فروکش کردن آشوبها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز از شناسایی و دستگیری شماری از اغتشاشگران مرتبط با گروه‌های معاند خارج نشین خبر دادند. فرمانده نیروی انتظامی هم با بیان اینکه صف مردم از اغتشاشگران جداست گفت حفظ امنیت و اقتدار کشور خط قرمز ماست و با هر فردی که به حقوق مردم تعدی کند قاطعانه برخورد میکنیم. در پی اغتشاشات روزهای اخیر ارتش هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن حرکات مذبوحانه دشمنان هوشیاری و آمادگی بیشتر در صیانت از مرزهای میهن اسلامی را یادآور شد. رئیس کل بیمه مرکزی هم از پرداخت فوری خسارت به واحدهای آسیب دیده در اغتشاشات اخیر که از قبل بیمه دارند خبر داد. در اغتشاشات سه روز گذشته آشوبگران علاوه بر تخریب اموال عمومی، اماکن دولتی و حتی به آتش کشیدن قرآنها در مساجد شماری از مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی را به شهادت رساندند. قرار است مراسم تشییع پیکر شهدای امنیت فردا در نقاط مختلف استان تهران برگزار شود. این بغض و گریه محمد صدرای 7 ساله است برای پدر شهید. بابا ای دوست دارم. گل میدم همیشه مثل خودت باشم. مرتضی ابراهیمی سبزپوشی بود که در اغتشاشات اخیر به دست آشوبگران به شهادت رسید. اونا فکر کردن اینو شهید کردن. نه بچه های ما شهید، اینا زندن. کمر اونا شکست، اونا بکشن ولی ما زنده ایم. محمد سینای 38 روزه فرزند دیگر آقا مرتضی. شما فکر نکنین این بچه رو بی پدر کردین، میتونین این انقلاب ما رو از بین ببرین؟ نمیتونین. مثل باباش این دوتا رو، این باباش ببین، قامتشو ببینین، این باباشو بزرگ میکنن. پدر محمد صدرا شهید مدافع وطن است. مرتضی برای کی رفت خانم؟ شما همسرش. مرتضی برای دفاع از ملتش، برای دفاع از مملکتش. مرتضی عصای دست ایران و پدرش بود. شهادتت مبارک داشت. چه روزه‌ای خان محمد صدرا برای پدر شهیدش. تو رو خدا بدار برم مادر، نگیده که من جا بمونم اینجا. او در روز سالگرد ازدواجش به خیلی شهدا پیوست. قربونت بشم، قول بهت میدم، قول بهت میدم، جفت پسران فدای رهبرم، جفت پسران فدای مملکتم. من از ملت ایران، فقط از ملت ایران میخوام صفشون رو از اینا جدا کنم. با اینا نباشن، اینا وطن فروشن، اینا خائن مملکتن. ابراهیمی زمانی که معترضان و آشوبگران را دعوت به آرامش میکرد با ضربه قمه و چاقو و سلاح گرم به دست اشرار به شهادت رسید. ولی با این هم گفت من جانم و فدای کشورم میکنم. با عمود آهنی زدن تو فرق شهید مرتضا. غیر این آمد. شهید رضایی میهمان دیگر امروز معراج شهدا. آخ تو 40 سالگی من شدم خواهر شهید. خون برادرم به ناحق ریخته شده، خدا ظلمشونو بهشون بگه. او در روز تولد همسرش این گونه سورپرایزش کرد. لولی جان روز تولدم باید میرفتی دیگر. آره گلی جان چشات رو بار کن، گلی چشات رو بار کن. آقا مصطفی کارمند شهرداری است و متاسفانه در اغتشاشات اخیر بی گناه به شهادت رسید. مصطفی جان بلند شو بسن. آقا مرتضی و آقا مصطفی به دنبال آرامش من و تو بوده. دنبال آرامش من شما. برای مردم رفتم، برای دفاع از اسلام رفتم. خدا میخواد با برگردی به این راه نمیتونم. به خدا راه مرتضی را ادامه دارم. و حالا ببینید نوزاد 38 روزش چه آرامشی در بغل پدرش داره. بچه‌مو ببین چقدر آرومه. مرتضی اون شب نمیدونی چی به ما گذاشت، نمیدونی به ما چی میگذره. بچه‌م نق میزنه باباشو میخواد. فردا این شهدای مدافع امنیت در شهریار و ملارد ساعت 10 صبح بر دستان شما مردم تشییع خواهند شد. امثال مرتضی و مصطفی عزیز از دست رفتن تا دست بیگانگان و اغتشاشگران برای ضرر به بیت المال و ناامن کردن جامعه کوتاه شود.
یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. روحشان شاد. نقش براب شدن تلاش رسانه‌های بیگانه برای دمیدن بر تنور آشوب. رسانه‌هایی که با ذوق زدگی از سه روز پیش با تهیه ویژه برنامه‌های مختلف به دنبال گسترش و تداوم رفتارهای آشوب طلبانه در برخی نقاط کشور بودند، حالا با فروکش کردن اغتشاشات و جدا شدن صف مردم از آشوبگران ناکام ماندند. در این میان این رسانه‌ها که با همه توان به میدان آمده بودند، بخشی از برنامه‌ریزی گسترده دشمنان ایران را برای فتنه و آشوب در کشور رو کردند. وزیر امور خارجه آمریکا که در چند روز گذشته سعی کرده با پیام‌های خود شعله آشوب‌ها در ایران را روشن نگه دارد، بار دیگر حمایت خود را از اغتشاشگران اعلام کرد. در پاسخ به این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه کشورمان گفت اعلام حمایت مقامات آمریکایی از مردم ایران دروغی شرم‌آور است. آقای پومپئو نخست باید پاسخگوی اقدامات تروریستی و جنایت علیه مردم ایران باشد. دو روزی هست آنهایی که در خیابان‌ها دست به تخریب می‌زدند، دستشان کوتاه شده. مثل اینجا در گرگان روز یک شنبه، یکی از اشرار با عربده کشی و قمه کشی در وسط خیابان میخواهد فضای رعب و وحشت ایجاد کند. خبر دست من نبود. من فکر کردم یا این افراد که در شیراز تلاش کردند از بستر یک اعتراض اقتصادی آشوب خیابانی بسازند. خودم تابلوی راهنما رانندگی ها رو میکندم میریختم کف خیابون با پمپ بنزین سر سپار. میرفتیم شیشه رو خورد میکردیم، خورد پردازا رو داغون میکردیم، دوربینا رو میشکندن. یه ماشین پر لاستیک آوردن خالی کرده بودن، ما دو تا لاستیک برداشتیم رفتیم انداختیم رو چیا دیگه. یه دود بلند سیاه زشتی بلند شد. وقتی تاتو داشتم تاتو هم زدم، با هم قیمه که دستم بود ملحق شدم بهشون. قابل تأمل، اما حامیان این آشوبگران و اشرار هستند. با آخر خط رسیدن آشوب‌ها، حالا حامیان اصلی دست پاچه از پشت صحنه به روی صحنه می‌آیند تا شاید بتوانند این توطئه شکست خورده و مرده را احیا کنند. ایالات متحده تظاهرات جاری در ایران را از نزدیک پایش می‌کند. پومپئو وزیر خارجه آمریکا عصبانی است. طراحی آنها به کما رفته و به دنبال تنفس مصنوعی برای این اغتشاشات است. ما هر گونه اقدامات خشونت‌آمیز این رژیم علیه مردم ایران را به شدت محکوم می‌کنیم. بعد از وزیر امور خارجه آمریکا، برایان هو که مأمور ویژه آمریکا در امور ایران است، به روی صحنه می‌آید و شاید از شدت ناراحتی سخنی بر زبان می‌آورد که نباید می‌گفت. از حدود یک سال و نیم پیش قدم‌هایی را در این زمینه برداشتیم. مدت کمی بعد از اینکه به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شدم، این حس را داشتم که به زودی شاهد اعتراضاتی خواهیم بود. آمریکایی‌ها که طراحی و آرزوی خود را از دست رفته می‌بینند، حالا دیگر صریح از اغتشاشگران حمایت می‌کنند و آرزوی برباد رفته را بر زبان می‌آورند. البته این فقط مقامات آمریکایی نبودند که در کمال ناامیدی تلاش کردند پروژه شکست خورده را احیا کنند. بازوهای رسانه‌ای آنها هم دست به کار شدند. رسانه‌های لندنی و سعودی. ببینیم امروز در ایران چه گذشت. هنوز توی بعضی از مناطق کشور اعتراضات ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، اعتراض‌های پراکنده در ایران به جهش ناگهانی قیمت بنزین ادامه یافته. حالا که تشت رسوایی این شکست خوردگان بر زمین افتاده و دست آنها در تخریب اموال عمومی و اغتشاش و کشتار مردم رو شده، به دنبال تغییر واژه‌ها و توجیه‌سازی برای جنایت‌های دو روزه اشرار و آشوبگران هستند. آشوبگران را مردم مینامند. تداوم برخورد نیروهای امنیتی با مردم. اینا شهروند هستن. چند شهر را ده ها شهر. اکنون بیش از 50 شهر ایران میزبان مردم معترض است. بیش از 100 نقطه ناآرام بوده. بلکه بتوانند با جرقه دوباره آتش اغتشاشات را روشن کنند. تصاویری از چند شهر ایران نشان می‌دهد که تا امروز صبح هم اعتراض‌ها و درگیری‌های ادامه داشت. واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات به مرور بیشتر می‌شود. از همه چیز گران‌تر هم برایشان اختلال در ارتباط‌گیری با عوامل خود در ایران است. اینترنت قطع و این جلوی ترسیم یک فضای کلی رو از شرایطی که داره اتفاق میفته میگیره. قطع شدن ارتباط آنها با شبکه‌های سازماندهی شده در داخل ایران صدای آنها را علناً درآورده. ایران باید بلافاصله
امکان دسترسی مجدد همه ایرانی ها را به اینترنت آزاد و باز فراهم کند. آمریکایی ها و رسانه های غربی که شبکه سازی خود را بر بستر شبکه های اجتماعی ساخته بودند و در این فضای مجازی به آموزش اوباش پرداخته بودند، اگر دسترسی به اینترنت دارید به حساب های ما در شبکه های اجتماعی هم، حالا دستشان کوتاه است و اغتشاش هم رو به پایان. رژیم ایران اینترنت را قطع کرده و ما در حال بررسی هستیم که چگونه می توان به مردم ایران کمک کرد. کشوری مثل آمریکا از تحولات داخلی ایران عقب مونده. سازمان عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی از قطع شبکه اینترنت، از یک طرف اینترنت قطع شده و واقعا اینکه تصاویر رو منتشر کنن یا بگیم منابع از داخل بیمارستان ها از اماکن مختلف بتونن اطلاعاتی به ما برسونن خیلی مشکل شده. همین نداشتن ارتباط با شبکه های داخلی آنها را عصبی و به جان هم انداخته. اما آزادی، ببخشید دو سال من اگه جواب بدید خیلی ممنون میشم. ما برای کسی اعتمادی بشه. ما برای کسی تعیین تکلیف نمی کنیم. سوالتون میدم. اگر خواهش می‌کنم من میتونم اصلا به کل مناظره ترک کنم. شما با آقای عزیزی نه نه نه. این چرت به شما میزنید. ما همیشه سوالات خودمون رو پرسیدیم. سوالی که مطرح لزوماً دیدگاه ما نیست. اما آنچه که در این دعواها مشهود شده، سلطنت طلبها، منافقین و البته امریکایی‌ها تمام برنامه‌ریزی و اهداف خود را برای چنین روزهایی تعیین کردند. بیش از 2-3 سال برای این اتفاقات سازماندهی شده، شبکه‌سازی شده، کار شده، شعار نویسی شده، برچسب نویسی شده، تمام روش های نافرمانی مدنی که استراتژی شاهزاده رضا پهلوی در 40 سال گذشته بوده در این 2-3 سال انجام شده، پیاده شده تا امروز به اینجا رسید. کسانی که با موج سواری خشن و ناهنجار بر روی خواسته های مردم اجازه به مردم نمی دهند در بستری آرام و به صورت معقول به مطالبات خود برسند. اونطوری که میگن آرام نیست اوضاع. اکنون 24 ساعت است که قائله 48 ساعته به آخر خط رسیده و امریکایی ها و برخی کشورهای مرتجع منطقه برنامه ریزی ها و دلارهای خود را بر باد رفته میبینند. امریکایی ها که از آشوب دیماه 96 شکست سختی خورده بودند، تصور میکردند با به قول خودشان فشار حداکثری و طراحی 2 ساله آبان 98 را آبان خواب آشفته 41 ساله خود کنند. اما این بار هم با هوشیاری مردم ضربه سختی خوردند که تا مدت ها سختی آن را فراموش نخواهند کرد. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت برخی عناصر وابسته به جریان ضد انقلاب و برهمزنندگان نظم عمومی در حوادث اخیر خبر داد. آقای اسماعیلی در 14 نشست خبری با تاکید بر سیاست و رویکرد قوه قضاییه در تامین امنیت عمومی مردم و حفظ منافع شهروندان گفت افراد مخل امنیت جامعه قطعاً مجازات و اعمال قانون خواهند شد و حتی با کسانی که به غیر عمد مرتکب تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم شده اند نیز برخورد قانونی خواهد شد. مردم فتنه‌گران را، خشونت طلبان را و کسانی که اعمال مجرمانه انجام دادند و خرابکاران را به نهادهای امنیتی، به مراجع امنیتی و انتظامی و به دستگاه قضایی معرفی بکنند. اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات است برای شناسایی افراد سودجو و فرصت طلب. آقای اسماعیلی درباره قطعی اینترنت و ورود خسارت به برخی شرکت‌ها و مشاغل گفت تصمیمی که در این مقطع گرفته شد مربوط به قوه قضاییه نبود و از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور بود و تدابیر بعدی هم با همان مرجع خواهد بود، ضمن اینکه در برخی از مراکز برای بهره‌مندی از اینترنت تدابیری انجام شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین نظارت در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین را جزو وظایف دولت دانست و تاکید کرد متولیان کنترل بازار اگر در وظیفه خود کوتاهی کنند قوه قضاییه به سراغ آنها هم خواهد رفت. متولی کنترل بازار هستند اگر در وظیفه خودشون کوتاهی کردند به سراغ اونها خواهیم رفت و اونها رو تحت تعقیب قرار خواهیم داد که چرا شما به وظیفه خودتون در کنترل بازار اقدام نکردید.